Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Doktor Nurullah Kavsar, Üstad-ı Danışgah-ı Pahantun ve Kadri İlmi Akademi Ulum-ı Afganistan. Doktorayım der reşte-i şeria ve kanun es ve der pahlu yazu khatibi yek mescid hamastum. Ülkeniz büyük bir işgal geçirdi. Yani öncesinde İngilizlerin sömürgesi, sonrasında Rusların işgali, Ruslar derken Sovyetler Birliği'nin, ardından Amerika'nın 20 yıllık işgali. Ve son 2 aydır ülkenizi terk ettiler. Büyük bir yenilgiyle ülkenizden kaçtılar. Şu anda İslam Emirliği yönetimde. Siz bu öncelikle işgali nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonrasında ise İslam Emirliği'nin yeni bu 2 aylık değerlendirmesini isteyeceğim. Bidun şak Afganistan ba işgalhay mutaaddid roberu buda. Dar tuli tarih ma hamara mavrid işgal karar gereftim. Ham az tarafı İngiliz, Amerika, Rus ve mutaassifana ki hulafa u ham peymananish çi mantıqavi u çi fara mantıqavi budan. Velhamdülillah ki vatan ma bari evvelin bar az ki hiç اشغال غیر مسلم و اشغال کافر او در سرزمین ما نیست و ما عجیب اگه احساس داریم که کشورمان از اشغال آزاد شد و ما تصمیممان به دست خود افغان هاست خود افغان ها تصمیم میگیرند و افغان ها حاکمیت خود را خودشان تمثیل میکنند و ملت خوشحالی داره به ای که ما تحت چتر و سیطره اسلام زندگی کنیم و بالاترین فخر و افتخارمان اسلام است و به می خاطر طی چندین دهه مبارزه صورت گرفت تا که اشغال خاتمه بیافه و یک حکومت کاملا اسلامی افغانی که بر مبنای ارزش های انسانی و ارزش های پذیرفته جهانی و شریعت مقدس اسلام بنا شده باشه و این بزرگترین فخر برای ملت ماست. طبیعی است با هر تحول با هر دگرگونی و تغییر طبعا که اوضاع متحول میشه و اینجا یک انقلاب بسیار بزرگ یک تحول بزرگ آمده طبعا یک نظام موجود بوده و نظام فرو پاشیده است و تا مبانی اساسی دوباره میشه مشکلات موجود است هم از اقتصادی و هم در عرصه ساختارهای اداری و ساختارهای نظامی و ساختارهای متعددی که تا این ساختارها دوباره ساخته میشه طبیعی است که مشکلات هست و این مشکلات ناشی از یک انقلاب بسیار بزرگ است شما فکر کنید در یک مملکت حتی کودتا میشه که نظام ها بر هم نمیپاشتن کودتا میشه تغییر نظام چقدر حکومت ها با مشکلات خود روبرو میباشند و اینجایی که یک نظام کاملا از بنیاد تغییر یافته و مبانی مکمل مبانی تغییر یافته قطعی است که مشکلات کم و بیش می باشه ولی متاسفانه که با بزرگ نشان دادن این مشکل و وارونه جلوه دادن این مشکل خیلی ملت ما را جفا میکنند در حقش رسانه های جهان با بوق و کرنای رسانه ها این مشکل بسیار کلان جلوه می دهد علی بیکاری است علی فقر است علی فلان است علی فلان در حالی که در طول 40 سالی که یاد خود می خواهم فقر بوده هم بیکاری بوده و هم نابسامانی های اجتماعی بوده توأم با نبود امنیت ولی حالی که الحمدلله سر تا سر افغانستان امنیت است این شمایی که آمدید در امن امان است با هیچ مشکل روبرو نبودین در حالی که قبلا می آمدین با هزار ماهنگی و پشت سرتان قوت های مختلف شما را حمایت میکرد ولی امروز بدون قوت ها تک تنها دو نفر آمده و با آزادانه میگرد این معلوم نماینگر عزیز است که ما یک امنیت داریم ما باقی مشکلات هم انشالله که زود حل میشه قابل اونورسیتسینه اورتیم یویسیسینیز آلانینیز شریعت شیمدی اسلام امیرلی ایلان ادیلدی بی اسلامی یونتیم مدلی گرکیو یعنی بی آنایاسا یاپیلاجاق سیزچه Yani dünyaya da belki örnek olabilecek nasıl bir anayasa, nasıl bir işte şeriatla yönetilebilecek bir İslam devleti modeli olabilir? Bidun şak her millet hak dara ki arzışhayı hudra der hükmeti hud bibine. Her millet bahut hak meyta ki homon arzışhayı ki
در با اونا تعریف شده و اونا به او باورمند هستند، باورهایشان در داخل نظامشان باشه، چی در قانون اساسیشان، چی در سایر قوانین فرعی. افغانستان افغان ها مسلمان هستند. ما 99.5 اشار یا بالاتر از او، یعنی 0.5% اگر ما غیر مسلمان اهل هنود و یا سیک در افغانستان داشته باشیم، دیگه قاطبه ملت مسلمان است، افغان ها مسلمان هستند. این ملت مسلمان حق داره که قانونشان موافق به ارزش‌هایشان باشه. ارزش ما قرآن است، ارزش ما شریعت اسلامی است. قوانینی که بر ما ساخته میشه بر مبنای شریعت اسلامی ساخته شده. بله، شریعت اسلامی باز همان فراخی را داره که سایر ارزش‌های پذیرفته بشری را هم در متن خود جا بده. همان روابطی که ما به بین دول داریم، روابطی که با کشورهای جهان داریم، اون روابط بر مبنای همان ارزش‌های پذیرفته انسانی که در جهان امروز ما پذیرفته شده است، ملت‌های دیگه داره، مدلی که دیگر جهان به عنوان ارزش او را پذیرفته و ما هم که مغایرت با شریعت اسلامی نداشته باشه، با اساسات دین ما نداشته باشه، به عنوان یک نمونه از ساختارهای انسانی او را ما پذیریم. یعنی ما با سایر کنونسین ها، میثاق ها، به می شکل اعلامیه های جهانی که بر مبنای ارزش انسانی و اسلامی استوار باشه، اسلام هیچگاهی به او مخالفت نداره، اسلام او را میپذیره. اسلام با سینه بازی که داره، با فراخی که داره، او تمامی خوبی هایی که در دیگه جای باشه اسلام را بر خود میپذیره. اصلا آمدن شریعت اسلامی در بدو نزول شام همه بشر را یک بار دگرگون نکرد، بلکه همان خوبی هایی که در بین بشریت آن زمان بود اسلام را پذیرفت، او را قرار داد، استقرار داد و او را به عنوان یک روش تقریری او را امضا کرد. به این شکل امروز هم شریعت اسلامی با تمامی قوانین، کنونسیون ها، میثاق ها، معاهدات بین المللی و به این شکل با تمامی حقوق بین الدولی که با اصول شریعت اسلامی و با احکام شریعت اسلامی در تکر نباشه، او را شریعت اسلام میپذیره و این جهان باید بر ما حق بده. جهان به جای اعتراض نکنی، حق بده که ما قوانین خود را بر مبنای اعتقاد، ارزش ها، باورهای خود بسازیم. و این بسیار زیاد جفا باشه که یک کسی دیگه برای خود قوانین را تعریف، قوانین ما را برای خود اجازه نده و قوانین خود سر ما تحمیل کنه. این باید تحمیل نشه. یعنی نباید جهان دموکراسی تحمیلی خود را بالای ما تحمیل کنه، بلکه بگذاره که همان اساساتی که ما داریم، آزادی هایی که ما داریم، حریتی که ما داریم، این حریت را، این آزادی را، این استقلال را باید ما بر مبنای همان ارزش های خود تعریف کنیم. یعنی این را باید جهان بر ما اجازه بده. جهان چینی نکنه نه که آنچه که من میگم خوبه، بلکه آنچه که ما میدانیم خوب است برای ما اجازه از او را بده. اگر ما در ایالات متحده آمریکا، در فرانسه، در جرمنی، در بریتانیا، در هر جای جهان اگر ما بریم بگیم که ما ساختارهای حقوقی و قانونی خود را سر شما تحمیل میکنیم، او با ما نمیپذیره. پس اجازه بر ما هم بده که ساختارهای حقوقی مان، ساختارهای قانونی مان بر مبنای عرف مان، بر مبنای عنعنات مان، بر مبنای دین مان، بر مبنای ارزش های ما باشه. چرا یک بار سر و صدا میکنه؟ چرا از دین میترسن؟ این دین توحش نیست، این دین رحمت الهی است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این دین برای عالمیان رحمت است و این رحمت الهی را نباید از پیشمان بگیرن و و و ارزش های ساخته شده خودشان که خودشان استفراغ کرده او را، خودشان از او خسته شدن، خودشان به سطوح آمده، او را بیان سر ما تحمیل کنن و این انصاف نیست. پس بگذارن که قوانین ما بر مبنای ارزش های ما استوار شود، چه قوانین اساسی ما، چه قوانین فرعی ما، چه قوانین ارگانیک ما، چه قوانین عادی ما، بر مبنای همان ارزش های ما باید ترسیم شود. و این حق ما داریم به معنای انسان های حر یک کشور آزاد که برای خود قوانین را بر مبنای ارزش های ما تعریف کنیم. شیمدی باتی، özellikle آمریکا، işgalin daha doğrusu bu işgalin sonlanması sonrası yenilginin şokunu yaşıyor. Ve özellikle Taliban'ın belki de tanınmaması için şu an bir baskı uyguluyor. İslam ülkeleri de korkar halde hareket ediyor. Yani şu ana kadar bir tanıma yok İslam emirliğini. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Batı'nın aslında iş adamlarının sıraya girdiği bir şeyi gözlemliyoruz şu anda Afganistan'da. Afganistan'da yeraltı zenginlikleri çok fazla. Batı'nın bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bidun-i şak
قدرت های جهانی چی سر پا استاد شده ها و چی شکست خورده ها تحمل آزادی های ما را ندارن. یعنی اونا به نحوی از انها تلاش دارن تا ما را به وفق مراد خود بچرخانن، در حالی که ما حریت را حق داریم، حق ما از حریت، آزادی ها حق ما است، این حق ما باید بر ما داده شود. پس دیگران هم بر خود اجازه را نتن که بیان در امورات ما مداخله کنن. مداخله در امورات ما این بی‌انصافی است برای جهان. بگذارن که ما به امن زندگی کنیم، بگذارن که ما به صلح و ثبات زندگی کنیم، بگذارن که ما وفق ارزش های من زندگی کنیم. مداخله هر کشور، هر قدرت، چی منطقوی چی فرا منطقوی، به ضرر خودشان و به ضرر ما ملت ماست. پس مداخله اجانب در کشور ما این مداخله ظالمانه است که اونا مداخله میکنن. هر کشور باشه، چی کشورهای منطقه چی فرا منطقه، این حق باید بر خود نتا که امورات داخلی ما مداخله کنن. بگذارن که افغان ها سرنوشت خود را خودشان تعیین کنن و این سرنوشت که خودشان تعیین میکنن، این سرنوشت به نفع از افغان است، به نفع جهان است و ثبات افغانستان قطعا که ثبات منطقه و ثبات جهان است. به تعبیر اقبال، از صلاح او صلاح آسیا دیگه، وصف فسادش گشت فساد آسیا دیگه. بدون شک فساد نابسامانی وطن ما، نابسامانی منطقه است. پس نه کشورهای منطقه باید این تلاش کنن که بیان در امورات داخلی ما مداخله کنن و نه کشورهای بیرونی و قدرت ها، چه قدرت های شکست خورده و چه قدرت های سر پا ایستاد شده. و هیچ کدام از یا باید برای خود این حق نتن که بیان ملت ما را بار دیگر به یک ناامنی ببره، بلکه همین امن نسبی که امروز نصیب ما شده باید شکر از ما بکشیم و آیستا آیستا بیایم برای ساختارهای زیربناها کار کنیم، برای ساختارهای بنیادین کار کنیم، برای از این کار کنیم که ما ملت خود را از این حالت به بیرون بکشیم. نه به یک جنگ دیگه ملت خود نبریم، نه دیگرا باید این کار کنن. این به نفع هیچ کس نیست و او باز عواقب از او بر دیگرا هم با سرایت میکنه. ناامنی ما بر دیگرا هم سرایت کننده است. Ülkeniz 20 yıllık işgalle aslında büyük bir yıkım yaşadı. Ancak bu süreçte İslam ülkeleriyle de bir komşuluk ilişkisini geliştiremedi. Çünkü işgalciler vardı. İslam ülkelerine seslenmek isterseniz, komşu ülkelere seslenmek isterseniz, ne söylemek istersiniz? Yeni İslam emirliğini tanıma noktasında. Bidun-i şak Afganistan der tül-i salha درست نگذاشته شده است تا امو روابط حریت و آزاد خود را با کشورهای منطقه، کشورهای جهان، مخصوصا کشورهای اسلامی به قسم تأمین کنه که حق همان است. آل توقع میره که چنان ترسیم شوه، چنان روابط دیپلماتیک و روابط برادری و اخوت با کشورهای اسلامی چنان تأمین شود که حق یک مسلمان است. ما به عنوان کتله واحد اسلامی حق داریم که مسلمان ها به عنوان یک برادر که جسد واحد، ما مانند یک جسد واحد زیست کنیم. مداخله بیگانه ها در ما و قطع روابط ما با جهان اسلام، با کشورهای اسلامی به نفع هیچ کسی نیست و این را بدانیم که نابسامانی ببار میاره. پس کشورها هم کوشش کنه ما را به روابط آزادانه خود با کشورهای اسلامی بگذاره که ما با سایر کشورها، با کشورهای اسلامی یک روابط آزاد، یک روابط بر مبنای حریت داشته باشیم که او روابط بتانه هم اخوت اسلامی ما را، برادری اسلامی ما را و بدون در نظر داشت مرزها ما با خود داشته باشیم. و این حق باید ملت جهان بر ما بده و چه کشورهای نزدیک و چه کشورهای دور نباید مداخله کنه در روابط آزاد و حر ما با جهان اسلام، چون جهان اسلام کتله واحده است. و هم یدون علی من سواهم، پیغمبر علیه السلام میگه اینا مشت واحد در مقابل دیگر هستند، مسلمان ها جسد واحد هستند و در زمی ادنایشان هستند. به می اساس لازم از ضروری است که ما همان ارزش های خود را مستقلانه و حرانه داشته باشیم. الله شما را حفظ کنه، پروردگار اخوت و اسلامی و برادری ما را برای همیش داشته باشه و همه جهان اسلام با ما برادر است و ما برادر هستیم و اخوت واقعی را الله رب العزت بدون در نظر داشتای منافع کوچک کوچک دوباره در جهان تأمین کنه و همان حالتی را که ما در صدر اسلام داشتیم الله دوباره نصیبمان بسازد.